دلمراد فوزیلوف همگی یک ماه قبل با ارزو و نقشه های زیاد تحصیل را در دانشگاه دولتی تجارت شروع کرد. اما امروز استادان و همسبقان در این مؤسسه با گذاشتن یک لوحه خاطره و عکس و دستگل از او یاد میکنند. دلمراد 17 ساله صبح 8 اکتبر در راه به دانشگاه در حدود ناحیه سینای دوشنبه از زخم کارد کشته شد. مقامات در این کار دانشجوی دیگری همین دانشگاه عبیدالله قربانوفی 18 ساله را گمان بر کردند. شاهدان میگویند جنجال جوانان هنوز از داخل مسافر بر شروع شده است. اونجا فرمادم این سوال که اینجا خوب بود دکاس هر دست یادش تای خون بود ات اگرش نساستین بود گرفتیم خد سون یوردم دیگه ایش کردم نکردم باقی سون اوش کردم در جای اپلسراغی بود بر آدم اونجا فرواردم گرفتن دکاس ها زنان نمیده خفوشنون دیمش گرفتن بور دیمش با فرهود هم دانشجوی دانشگاه دولتی تجارت است. او زمانی با کمک دلمرادی از زخم کارد به زمین افتاده و همراه او شتافت که چندی نفر دیگر هم بالای سری آنها بودند ولی کسی جرأت کمک نمیکرد. هیچ کاری هم نداد که وقتی اون پرابلم هم شود. وقت قطعی ده کدم آره که قطعی گرفتیم اوش کدم او پلا او داموش افرو بادن داموشین ده خفوش نوندمشن تا بغالم گرفتیم جوی همو زخم دیل شا با دستم جکیدم کسونو جکیدم که خون رای بسن نشوا خبر میشه دا بغالم بود رفته که دنیمی را راست نمی دا بغالم چی ده شورا کد گب زدن اتونیز دیگه با دا بغالم جان داد. با گفته شاهدان ظاهران مناقشه جوانان در انا همین پس کوچه بین کوچه بربت و چورتوت سر زده است و دلمراد فوزیلوف جوانی که کارد خورده بود تلاش کرده است خود را از این پس کوچه تا انا همین کوچه کلون یا نزدی همین دیوار برساند. در این راه هم داغ خون مشاهده می شود. شاهدان می گویند گمانبران هم بعد از حادثه به همین سمت گریختند. مقامات عبیدالله قربانوف دانشجوی گمانبر را در جریان یک عملیات در ناحیه مومین‌آبادی ولایت ختلان دستگیر کردند. زیدی او بر اساس ماده اوباشی با استفاده از سلاح سرد و آدمکشی پرونده باز شده است. مقامات از 3 نفر دیگر هم نام برند که در این مناقشه شرکت کردند. عبیدالله قربانوف ختم کرده مکتبی رقم 60 و دلمراد فوزیلوف ختم کرده مکتبی رقم 46 سینای دوشنبه بودند. تفتیشات ابتدایی مقامات معلوم کرده است که ظاهراً خصومت دوران مکتبی جوانان به این حادثه سبب شده است. نزدیکان و دوستان دلمراد میگویند درباره بحث و خصومت او چیزی نمیدانند و جوان گمانبر را هم نمیشناسند. این بچه جنگجو نبود، در کجا یکم جنگ خشمت میشید که وای دویده به خانه را میومد که در اوجه جنگ بده من نزدیک نرفتم، نزدیک نشیدم. ایو چی بحث کردیان، چی چپگیری، ای ایروی چی شیده نمیدانم. یا بچه بود که همی یا تربیه یا مدر قدی همی خیلی بدندانش قپیده بود که بچه هم نگن که بی پدر های ای بی پدر رو پس نباشه. دلمراد یگانه پسری خانواده در تربیه مدری تنها با بایه رسیده است. مدرش در همیجا راه میرو و پیش با انیسای خرابولو ده ای ساعت 4 تا ساعت 5:30 قطی مدرش راه میرفت. بعد میومد یا پیلاچویش همی خورد مکتب میرفت. پیوندان دلمراد میگویند از جانب خانواده گمانبر عبیدالله قربانوف کسی برای همدردی به نزد آنها نامده است. مقامات دانشگاه تجارت میگویند درباره این دو جوان که هر دو هم در سال اول اما فکولته های مختلف دانشگاه تحصیل میکردند معلومات زیاد ندارند. هر دو هم دوام یک ماه تحصیل در درس ها پوره شرکت کردند. قتل یک جوان در پی مناقشه ای که به گفته مقامات هنوز از دوران مکتبی شروع شده است در حالی است که در گذشته نیز نزاع های مرگبار محصلین در کشور ثبت گردیده است.